شاید بزرگترین چیزی که همه ماها که داریم این ویدیو رو گوش میکنیم یا این پادکست رو حالا اسمش رو هر چی بذاریم رو گوش میکنیم داریم این هستش که مشکل داریم یعنی همه ما مشکل داریم حالا کوچیک ریز کوتاه کم با پول بی پول هر چیزی تهش یه مشکلی داریم همین الان خب حتی گفتم خیلی کوچیک امروز در رابطه مشکل ها صحبت خواهیم کرد که مشکل اساسی ماها در مشکل حل کردن چی هستش چرا نمیتونیم به این مشکل حل کردن برسیم و مشکلاتمون رو خودمون حل بکنیم و از چه طریقی میتونیم به اون قابلیت برسیم قبل از اینکه بریم به ویدیو برسیم و صحبت بکنیم خیلی خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب بکنید من رضا هستم از کانال یوتیوبی آل بالو میتونید زنگ رو کلیک بکنید تا از ویدیوهای بعدی خبردار بشید مورد اول هیچ وقت دنبال اصل جواب در مشکل نگردید جاش با خود مشکل درگیر بشید تا راه حل رو پیدا بکنید ما معمولا خیلی خوشمون میاد این شاید بهتر اینم بگم که مشکل اساسی هستش که ما در بچگی باهاش مواجه میشیم توی بچگی والدین معمولا اجازه نمیدن بچه ها با مشکل روبرو بشن قبلش بهش جواب رو میدن ما همیشه جواب سوالا رو از والدین میگرفتیم خیلی راحت مشکلی ایجاد نمیکردن برای پیدا کردن اون جواب ما مستقیم میگرفتیم حالا حداقل دهه ای که من به دنیا آمدم یکیش همین هستش و البته اینم خب چیزی بوده که متاسفانه به همین لید شده به همین جا رسیده که در مواجه شدن با مشکل ها در خونواده های ما یا در افرادی که تو اون کشورها اغلب بزرگ شدن مشکل وجود داره چون بنیانی روش کار نشده یا اساسی کار نشده توی خونواده خب پس حداقلش الان باید به همین فکر بکنیم که دیگه در مواجه شدن با مشکلات به هیچ عنوان نیاز نیستش که خود جواب رو داشته باشی نیاز هستش که برای حل کردن مشکل به راه حل فکر بکنی نه یک جواب آماده رو استفاده بکنی نه از یک فرض کن فرز تقلب استفاده بکنی حالا هر موضوعی که هستش هر چقدر کریتیو باشی اون توی همین مشکل یا سولوشن یا راه حل پیدا کردن برات مسجل خواهد شد حالا بحث این رو هم خواهیم کرد با هم دیگه دومین, دومین مسئله انشتن یه حرفی داره میگه که It's not that I am so smart یعنی این به این معنی نیست که من خیلی آدم زرنگی هستم آدم هوشیاری هستم It's just that I stay with problems longer میگه من تفاوتم یا علت این که من با هوش به نظر میرسم فقط به خاطر این هستش که من با مشکلات به صورت طولانی تر به قوی سر به سر میذارم یا دست و پنجه نرم میکنم یا وقت میگذرونم شما از مغز درباره هر چیزی که از مغز در رابطه با هر چیزی که کار بکشین نسبت به اون بیشتر پروداکتیو خواهد بود و به همین خاطر هم هستش که آدم ها میگن که همیشه پشن خودتون رو دنبال بکنید یعنی چیزی که علاقه دارید رو چون اون رو هم بهتر میتونید انجام بدید هم خوبتر رو یاد بگیرید هم که لذت ببرید حالا نمیریم توی اون قضیه ولی اگه پشن تو یا خواسته تو نهایتا این باشه که با مشکل نترسی و حتی عادت بکنی به اینکه مشکل حل بکنی واقعا کلور خواهی بود شخصی مثل انشتن چه این چیزی میگه میگه که اگر چنین به نظر میرسه به خاطر این نیست که من کلورم بخاطر یه نوع سرکستیک وجود سرکستیک هست شرفش یه ذره یعنی تعنی داره ولی خب در این حال داره میگه که من به خاطر اینکه با مشکلات سر و کله دارم میزنم انشتین هستم کم نمیارن اینجورا آدم و من یک داکیومنتری در رابطه با انیشتین میدیدم اگه کسی نتفلیکس داشته باشه ببینه و زبانش هم یه باید قوی باشه من خودم خیلی کم گرفتم با دو بار نگاه کردن انیشتن در رابطه با یک فرمولی که داشت کشف میکرد یک بار یک عدد رو اشتباه میذاره و بعد دو سال مثلا یه دو رو سه میذاره حالا توی فرمول بعد دو سال میفهمه که این عدد اشتباه بود از اول همه چیز اشتباه میشده و این نتیجتا به اینجا رسیده ولی کم نیاورده از رقم جدید رو گذاشته و به نتیجه دوباره رسیده خب به نظر من آدم هایی که بخوان از اسمشون حرف زده بشه آدم هایی که بخوان حداقل خودشون برای خودشون آدمی باشن با مشکلات اگه درگیر بشن یا با مشکلات فیلد خودشون درگیر بشن نهایتا میشن استو... استو... استوکار فیلد خودشون نهایتا میشن متخصص اون کار نهایتا میشن کارشناس اون کار پس م... مشکلات و ناهمواری ها بیشتر هم به قولی بد نیستن اینا چیزهایی هستن که میتونن از ما یک شخصیت کرکتر خیلی عالی و قوی و محکم بسازن سومین مورد سومین مورد وقتی که یک مسئله یک مشکلی دارید وقتی که یک مسئله یک مشکلی دارید هیچ وقت با این مشکل به تنهایی به عنوان یک مشکل برخورد نکنید سوالات مهمی درباره سوال میتونید ببخشید در رابطه با مسئله و مشکل میتونید بپرسید از خودتون سوال هایی که شما رو مجاب خواهد کرد تا جواب بدید تا جواب بدید و جواب هایی که شما رو به سلوشن خواهند رسوند به راه حل خواهند رسوند یک سوال و یک مشکل به تنهایی هیچ چیزی جز یک سیاهی نیست یک مشکل وقتی که در رابطه با مشکل سوال میسازی تبدیل میشه به یک تجسم هایی به به یک شکلی میگیره برای خودش تازه میفهمی که با چی رو به رو هستی مثلا کجا برای من این مشکل پیش اومده چرا پیش اومده به چه شکلی پیش اومده چند مدت پیش اومده کیا مقصر بودن خودم چقدر مقصر بودم خودم چرا مقصر بودم همه چیز چطوری حل میشه چه منابعی رو نیاز دارم شما وقتی که به یک مشکلی به این شکل و در این سطح بتونی جواب بدی مطمئن باش برای مشکل راه حل پیدا میشه مطمئن باش چون که هر سوال یک بخش یا یک قسمتی از اون مشکل رو به عهده میگیره حل کردنش رو یعنی جواب سوال پس تو وقتی که سوال ها رو مطرح میکنی و روی جواباشون کار میکنی در از داری پیدا میکنی در از را حل پیدا میکنی پس سوال تر کردن در مورد سوالهای درست طبیعتا در مورد مشکل شما رو میتونه به سلوشن برسونه مورد بعدی بعضی وقتا مشکل خودش مشکل نیست مشکل رفتار شما نسبت به مشکل هستش ما خیلی وقتا که با کلمه مشکل برای خودمون یک اتیتیود ایجاد میکنیم اتیتیود یعنی آ... رفتار با کنایه بگم چی بگم رفتاری که ازش بشه فهمید یک منفی بودنی توش هستش ما همیشه با مشکل با اتیتیود برخورد میکنیم یعنی وقتی که میگیم مشکل خیلی بد بهش نگاه میکنیم پس این این حرف که واقعا بعضی وقتا مشکل مشکل نیست بلکه رفتار یا ریاکشن تو به مشکل مشکل هستش واقعا درسته چون اون موقع شما دوتا مشکل داری یکی مشکل اینکه همون مشکلی که داشتی رو داری دومی خودتی حالا باید با خودت این مشکل رو حل بکنی پس زمانی که یک مشکل رو میبینی از حالت احساسی در بیا و کاملا نسبت به اون منطقی فکر بکن اگر در حالی نیستی که بتونی با اون مشکل رو به رو بشی اون لحظه در رابطهش تصمیم نگیر در رابطهش فکری نکن در رابطهش حرفی نزن در رابطهش حرف گندهی نزن در رابطهش عملی انجام نده که تو رو بعدا پشیمون بکنه بیشتر اتفاقاتی که توی مسائلی که مشکل همه چیز هستش خب وقتی که یک ارتباط به هم میخوره وقتی که دو تا دوست دعوا میکنن وقتی که یک تصادفی رخ میده دو نفر راننده پیاده میشن وقتی که اینا همه مشکلن خب وقتی که این آدما مشکل به وجود میاد رفتار خودشون رو در قبال مشکل پیش آمده کنترل نمیتونن بکنن یه مشکل دیگه به وجود میاد آدم کشته میشه چی بگم تجاوز میشه قتل میشه دل شکسته میشه هر جور از این اتفاقا میفته پس زمانی که نسبت به مشکل فکر میکنی که اتیتیود خواهی داشت یعنی نخواهی تونست که بایوس خودت رو کنار بذاری و با مشکل فقط به عنوان مشکل نگاه بکنی خواهی گفتش که تو کشیدی عقب اینطوری شد که اونم را داره اگه فرض کن شخص تا توی تصادف مقصر بود نیاز به هوچیگری نیست ما متاسفانه با مشکل خودش کار نداریم سلوشن رو با ایجاد کننده مشکل میخوایم حل بکنیم و این خیلی نادرسته حالا در این مورد دارم این رو میگم ولی در بسیاری از مورد هم فرافکنی میکنیم این هم باز یکی از مشکل های ما هستش فرافکنی یعنی اینکه که مثلا دیگه کمه کمش این هستش که من یه خیلی مثال واضحی بزنم یه دوستی داشتم میگفتش که با یا خانومی بود با دوست پسرش زندگی میکرد میگفت دوست پسرم ناخوناش رو گرفته بود و گذاشته بود روی صفحه سفید رنگی روی میز و ناخون سفید می سف... ناخون سفید کاغذ سفید خانم هم دختره هم اومده بود که کاغذ رو ور داره و غذا بخوره و چیکار بکنه این ناخونه ریخته بود بعد این میگفتش که من به پسره گفتم که خب اینا رو گذاشتی اینجا این هم رنگی ندیده نمیشه یکی این یکی هم که جای این کار توی همومه یا یه جایی که به قولی مناسب این کار باشه اینجا که ناخون نمیچینه پسره برگشته بود گفته بود که تو چرا قبل از اینکه کاغذ و ورداری چک نمی کنی که روش چیزی باشه این فرافکنیه این فرافکنیه تو وقتی که مشکل رو با علامت سوال دیگه ای میخوای حل بکنی این فرافکنیه این همونیه که میگم اصلا مشکل رو میذارین کنار پس وقتی که با این مشکل رو برو میشیم خود مشکل رو باید در نظر بگیریم و راهایی هم که گفتم پیش ببریم خیلی حرف زدم آخرین مورد رو بگم و ویدیو رو تمام بکنم دوست خوب من عزیز تا اینجا وقت گذاشتیم و گوش کردی این خیلی مهمه این نقطه آخر اگه بهت الان بگم که تمام مشکلات این کار رو انجام بدی تمام خواهد شد دروغ گفتم چنین چیزی وجود نداره خودت هم میدونی تا آخر وقتی که زمانی که قلبت وایسه مغزت وایسه و نمرده باشی مشکلات وجود دارن همیشه یک تنها زندگی نمی کنیم دو با اجتماع ارتباط داریم و و و و مسائل دیگه همه اینا باعث میشه که تا لحظه آخر مرگت مشکل داشته باشی مسئله اینه که چطور با مشکل مواجه بشی فیس به قولی فیس تو فیس بشی و چطور براش را حل پیدا بکنی وگرنه زندگی اصلا اساسا یعنی مشکل حل کردن هر کاری که تو داری انجام میدی مشکلی رو داری حل میکنی و در نهایتا در آخر هر مشکل حل کردنی یک لبخندی وجود داره یک چیز خوب وجود داره یک حس حل شدن یک مشکل وجود داره پس زندگی واقعا به قول گاندی با مشقت و رنجش لذت داره و اینو باید قبول بکنیم مثلا اینه که چطور فقط این مشکلات رو هندل بکنیم چطور منیجشون بکنیم خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک بکنید با دو نفر به اشتراک بذارید و کانال رو اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید تا از ویدیوهای بعدی که بنده بعد درست میکنم خبردار بشید خیلی دوستتون دارم فعلا خداحافظ برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای رو به رو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید